متهم این پرونده یعنی پدر 37 ساله در تحقیقات پلیسی علت و انگیزه قتل رو، اختلاف خانوادگی، فرار دختر از منزل و اصرار ایشون با مرد مورد علاقه خودش اعلام کرده. قربانی تازه قتل ناموسی در ایران، این بار دختری 13 ساله در گیلان. اهرم‌های قانونی و هنجارهای اجتماعی چقدر می‌توانند جلوی حوادثی از این دست را بگیرند؟ این سوالمان از یک جامعه شناس و یک حقوقدان است. همچنین در برنامه امشب ما اجازه ورود به بخش مراقبت‌های ویژه را دادند، اما قبل از ورود باید تجهیزات حفاظت شخصی داشته باشید. گزارش اختصاصی بی بی سی از پشت درهای بسته ی آی سی یو، تلاش پزشکان و پرستاران یک بیمارستان برای نجات جان بیماران مبتلا به کرونا. هدف گذاری برای کنترل تورم در ایران، بانک مرکزی میگوید میخواهد نرخ را در یک سال آینده حدود 22% نگه دارد. و نگاهی به کارنامه مردی که 3 دوره رئیس مجلس ایران بود. آیا دوران افول علی لاریجانی فرا رسیده یا درهای قدرت در جای دیگر به رویش باز می شود؟ شصت دقیقه زنده از بی بی سی در لندن. سلام، شبتون بخیر. خانه پدری، همانجا که باید امن‌ترین جای جهان برای کودک باشد، بار دیگر قتلگاه یک نوجوان شد. رومینای 13 ساله به دست پدرش کشته شد. پدری که از ترس آبرو و ناموس سر دخترش را برید. به گزارش رسانه‌های محلی، رومینا دلباخته یکی از مردهای همشهری بود و در پی مخالفت شدید پدرش با این ازدواج با او از خانه فرار کرد. بعد از پیگیری خانواده‌ها هر دو بازداشت می‌شوند و با وجود هشدارهای رومینا درباره خطر جانی بازگشت به خانه، او را بر اساس قانون به پدر تحویل می‌دهند. حالا پدر قاتل بازداشت شده، اما بر اساس قوانین ایران چون خودش ولی دم رومیناست، مشمول قصاص نمی‌شود. به گفته حقوقدانان، اشکالات لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان کماکان آنها را در برابر آزار و اذیت والدین بی‌دفاع می‌گذارد. رومینا نه اولین قربانی قتل‌های ناموسی است و نه آخرین آن. تا زمانی که رویه قضایی به داد کودکان نرسد، تعصبات فرهنگی قربانی می‌گیرد. بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی ببینیم از کاوه مشکات. چهارده سال بیشتر نداشت. پدرش در خواب او را کشت. به نام ناموس. کسی که صاحب عزا هم هست. بیرون خانه رومینا در شهرستان حریق از توابع تالش. پلیس تحقیقات خود را شروع کرده. میگویند رومینا به دلیل رابطه‌ای که با یک مرد 29 ساله داشته از خانه فرار کرده. مردی 15 سال بزرگتر از رومینا. در شهری سبز که 5000 نفر بیشتر جمعیت ندارد، این خبر همه را شوک زده کرده. خانواده رومینا میگویند دخترشان اخفال شده. خود مرد اما میگوید میخواسته با رومینا ازدواج کند، ولی مخالفت خانواده راهی جز فرار برای آنها باقی نمیگذارد. عموی رومینا میگوید مرد او را به زور 6 روز نگه داشته و قصد ازدواج هم نداشته. ولی مرد گفته بعد از شکایت پدر رومینا آنها دستگیر می شوند و بعد از 1 روز بازداشت او آزاد می شود. رومینا نمی خواسته به خانه بازگردد که صبح روز اول خرداد در آن به قتل رسید. چندی پیش دختر خانومی حدوداً 14 ساله در شهرستان تالش به علت مخالفت جدی پدر با ازدواج با مرد مورد علاقه خودش که حدوداً 16 سال اختلاف سنی هم داشتن از منزل متواری میشه. پدر این خانم محل اختفاء دخترش رو در شهرستان آستارا پیدا میکنه و بعد از هماهنگی که با مقام محترم قضایی انجام میشه، دختر خانم رو به منزل محل سکونت خودش برمیگردونه. نهایتاً بعد از گذشت 2 روز از انتقال این خانم به محل اقامت خانواده، متاسفانه ایشون توسط پدر در منزل به قتل میرسه. متهم این پرونده یعنی پدر 37 ساله در تحقیقات پلیسی علت و انگیزه قتل رو، اختلاف خانوادگی، فرار دختر از منزل و اصرار ایشون با مرد مورد علاقه خودش اعلام کرده.
این خبر تلخ واکنش های زیادی در رسانه های اجتماعی داشته. شهین دخت ملاوردی، دستیار سابق رئیس جمهور ایران، در توییتر خود نوشته: تا زمانی که قانون، رویه قضایی و فرهنگ حاکم و مسلط بر جوامع محلی و جهانی بازدارندگی لازم را نداشته و با تشویق و ترویج آن در خدمت این جنایات بشری باشند. رومینا یکی از قربانیان پرشمار قتل‌های ناموسی است. آمار دقیقی از آنها در دسترس نیست. 5 سال پیش پلیس آگاهی تهران گفته بود بیش از 20% از قتل‌های ایران ناموسی است. شهر خوی 4 سال پیش، پدری با اسلحه شکاری دخترش را در خیابان از پای در می آورد. در بازجویی می گوید بعد از شنیدن شایعاتی به رفتار دخترش شک می کند و در نهایت در یک تعقیب و گریز با 2 گلوله فرزندش را در خیابان هدف قرار می دهد. بر اساس قانون مجازات اسلامی برای پدران فرزند کش حکم قصاص صادر نمی شود و آنها پس از تحمل حد اکثر 10 سال زندان آزاد می شوند. خانه پدری برای بعضی از دختران می شود آخرین ایستگاه. این فیلم داستان دختری است که در دوران قاجار به دست پدرش به قتل می رسد. روایتی که شباهت هایی به ماجرای قتل رومینا دارد. این اثر پارسال به دلیل خشم بودن توقیف شد و حالا کیانوش عیاری کارگردان این فیلم با طعنه‌ای در مورد خبر قتل این دختر 14 ساله گفته: این اتفاقها در ایران رخ نمی‌دهد. من این شایعات را باور نمی‌کنم. کاوه مشکات، بی بی سی. برای گفتگوی بیشتر در این باره سعید مدنی جامعه شناس از تهران با ماست و شیرین عبادی حقوقدان و برنده جایزه نوبل صلح از لندن. خانم عبادی با شما شروع می‌کنیم. قتل ناموسی در بسیاری از جوامع اتفاق میفته، اما خلأ حقوقی که در ایران وجود داره که بسیاری از حقوقدانان دربارش هشدار دادند و نگرانند چیه که کمک نمی‌کنه برای جلوگیری از این حوادث؟ با سلام به شما و همه هموطنان عزیزم، خلأ قانونی که وجود داره به پدر اجازه میدهد که فرزند خودش رو در هر سنی که باشه به قتل برسونه و همچنین این امتیاز برای جد پدری هم هست و توضیح بدم که این قانون در قبل از انقلاب نبود. متاسفانه بعد از انقلاب یکی از تحولات منفی قانون همین مسئله است. قتل‌های ناموسی در سایر کشورها هم که این عمل ممنوعه باز هم اتفاق میفته. یعنی ما خیال نکنیم که اگر قانون رو عوض کردیم بلافاصله این پدیده هم از جامعه رخت برخواهد بست. نه، اینطور نیست. اما یک مسئله مهم هست و اون این است که نقش قانون میتواند در ارتقاء فرهنگ و یا تنزل فرهنگ عمل بکنه. اگر با قانون مناسب ما جلوی این کار رو بگیریم و اگر آموزش کافی و امکانات لازم در موارد ضروری در دسترس زنان، کودکان و دختران بگذاریم، مسلماً آمادش می‌کنیم. خانم عبادی، تکلیف لایحه حمایت از حقوق کودک و نوجوان چه شد؟ بخشی از اون لایحه قرار بود به سهل‌انگاری پدر مادر که منجر به آزار و اذیت کودک میشه بپردازه. علت مخالفت شورای نگهبان چه بود؟ نگرش نادرست شورای نگهبان به موازین اسلامی. میدانید که طبق قانون اساسی مصوبات مجلس شورا میبایستی به تایید شورای نگهبان برسه و اونها تایید کنن که موافق با موازین اسلامی است. تفسیری که آقایان از موازین اسلامی داشتند مانع از این شد که به چنین برخوردهایی با قوانین نادرست بشه و این تفسیر در حقیقت
جنبه بیشتر از اون چه که جنبه مذهبی داشته باشه جنبه فرهنگی و پدرسالارانه داره. خانم وادی، یکی از جنبه های این پرونده این بود که خود رومینا درخواست کرده بود که به خانه فرستاده نشه، حدس میزد که ممکنه چنین اتفاقی براش بیفته، اما بر اساس قانون تحویل دادن به پدر. آیا از لحاظ حقوقی قاضی میتونست مانع در واقع بازگرداندن رومینا به پدرش بشه؟ قاضی میتوانست با توجه به اینکه رومینا 14 سالش بود میتوانست اون رو به بهزیستی تحویل بده که در یکی از پرورشگاه ها نگهداری کنن. البته مسئله مهم این است که ما به میزان کافی چنین اماکنی نداریم، اماکنی که از کودکان بد سرپرست بخواد نگهداری کنه. ما خانه امن به تعداد انگشتان دست و اون هم با استانداردهای پایین داریم. در حقیقت کمبود امکانات علاوه بر فرهنگ پدرسالار دست قاضی رو بسته بود. آقای مدنی، پرونده بسیار پیچیده‌ایه و جنبه‌های پدرسالاری و مردسالاری درش به شدت دیده میشه. از جمله اینکه خانواده میگن که به هر حال رومینا با فردی که از خودش 16 سال بزرگتر بوده اقدام به فرار کرده، در حالی که اگر بر اساس بسیاری از قوانین در کشورهای غربی ارتباط یک فرد بالای سن قانونی با یک کودک اساساً قانونی نیست و میشه قابل پیگیری حقوقیه، اما این اتفاق در ایران میفته و حتی در مواقع میبینیم که قانون کودک همسری رو تشویق میکنه و جلوش رو نمیگیره. بله، در مجموع میشه گفت در واقع وجهی از قضیه برمیگرده به مشوقهای حقوقی که هم برای پدران قاتل قائل شده که ماده 220 قانون مجازات اسلامی خانم عبادی بهش اشاره کردن، و از طرف دیگه هم خب بستر فرهنگی که وجود داره. در واقع ناموس یک پرساخته اجتماعیه که مرتبط میشه با بستر فرهنگی که در اون این قطعا اتفاق میفته. اما به رغم اینکه در کشورهای مختلفی گزارش شده قطعای ناموسی، حدود براسته برآورد دفتر مواد جرم سازمان ملل حدود 5000 قطعای ناموسی در سال در جهان اتفاق میفته، و در واقع در تمامی این موارد نوعی بستر فرهنگی وجود داره که فصل مشترک همه اینها تأکید بر ظاهراً عفت و پاکدامنی زنانه، ولی نتیجه اون در واقع سازوکارهایی که برای اعمال کنترل مردان بر رفتارهای زنان و دختران در واقع مورد استفاده قرار میگیره. بنابراین خیلی ساده است اگر که تصور کنیم که مثلا اگر رومینا و خانواده رومینا به جای اینکه مثلا در یک روستایی در گیلان زندگی میکردن، مثلا در شهر تهران زندگی میکردن، احتمالاً زمینه‌های اجتماعی برای وقوع این قتل وجود نداشت. بنابراین به نوعی علاوه بر ابعاد حقوقی و قانونی، فشار اجتماعی هم که در فرهنگ‌های جمع‌گرا، فرهنگ‌های قومی، قبیله‌ای و ایلی وجود داره تا حد زیادی اثرگذاره بر واکنش خشونت‌آمیز نسبت به رفتارهای در واقع غیر متعارف با اون محیط اجتماعی. بنابراین در مجموع میشه گفت که در واقع تا حد زیادی علاوه بر قانون باید به فرهنگ اجتماعی هم که در واقع وجود داشته و فشار که به دنبال اون فشار اجتماعی که محیط پیرامون بر خانواده وارد کرده، در وقوع این قتل هم باید اشاره بکنیم. و متاسفانه مسئله اصلی هم اینه که اولا واکنش نسبت به این نوع رفتارها خیلی خشنه و معمولا با قتل همراهه، کما اینکه در ایران برآوردها اینه که حدود 350 تا 400 تا 450 قتل ناموسی در سال انجام میشه، و در واقع حدود 50% قتلای خانوادگی قتلای ناموسیه، و 20% کل قتلایی که در سال رخ میده در ایران برآورد اینه که مرتبط با قتلای ناموسیه. و نکته مهم دیگه اینه که به صورت خیلی ناعادلانه ای معمولا این مجازات خشن شامل حال زنان و دختران میشه، و
اتفاقا مردان مخصوصا موقعی که این فاصله سنی هم وجود داره از مجازات معمولا دور میمونند یا به نوعی حداقل این چنین مورد خشونت قرار نمیگیرند. خانم عبادی، فکر میکنید که قانونگذار اصلا تمایلی با توجه به اینکه به هر حال فشار افکار عمومی بالاست در پی قتل رومینا، فکر میکنید که قانونگذار اصلا تمایلی به تغییر قانون به شکلی که از کودکان و نوجوانان حمایت بشه داره؟ اجازه بدید به شما بگم که این فشار الان نبوده، بلکه از سالها قبل هم خودش رو نشون میداد. افکار عمومی مخالف چنین خشونت‌های قانونی است، اما هیچ گونه بازتابی در قوانین نشون داده نشده. و حتی یک مثال ساده براتون بزنم، در دوران مجلس ششم قانونی تصویب شد که دولت ایران با کنوانسیون منع شکنجه بپیونده. شورای نگهبان گفت خلاف موازین اسلامیه. در حقیقت شورای نگهبانی که شکنجه رو خلاف موازین اسلامی تشخیص داده و یا شورای نگهبانی که به قول یکی از اعضای قدیمیش بدترین روز عمر زندگیش روزی بوده که مجلس قانون الحاق دولت ایران رو به منع هر گونه تبعیض علیه زن رو به تصویب رسونده، از این ترکیب شورای نگهبان امیدی نیست. و از سوی دیگر علاج رو بایستی در یک قانون اساسی که مبتنی بر موازین حقوق بشر باشه و نه مبتنی بر یک ایدئولوژی اهم از مذهبی و یا غیر مذهبی دانست. به عبارت دیگر با این قانون اساسی و با این ترکیب فعلی شورای نگهبان آنچه که به جایی نخواهد رسید فریاد مردم. آقای مدنی، در اون بستر اجتماعی که بهش اشاره کردید، کما اینکه در بسیاری از کشورهای دیگه هم قتل‌های ناموسی اتفاق می‌افته، راجع به اون بستر اجتماعی چه کار میشه کرد؟ شهرهای کوچک، شهرستانهای کوچک، بسیاری هم دیگر رو می‌شناسن، مسئله آبرو مسئله جدیه برای بسیاری از خانواده‌ها، در این زمینه چه راه حلی میشه داشت؟ خب ببینید، اولا که نظام آموزشی یه نقش بسیار مهمی در این زمینه داره از چند جهت. یکی از این جهت که مهارت‌های لازم رو در روابط اجتماعی به دانش آموزان اهم از دختر یا پسر آموزش بده. متاسفانه نظام آموزش کاملا بی‌تفاوت نسبت به این موضوعات، اساساً چنین کارکردی رو برای خودش تعریف نکرده. وجه دیگه موضوع برمیگرده به اصطلاح توصیه به رفتارهای مدنی و غیر خشونت‌آمیز در سطح عمومی یا به نوعی رفتارهای پیشگیرانه که در این زمینه هم خیلی کاری انجام شده یا اصلا کاری انجام نشده. اجازه بدید به یه تحقیق اشاره کنم که همین یک دو سال پیش، سال 97، آقای دکتر ریاهی و همکارشون انجام دادن، نگرش نسبت به قتل‌های ناموسی رو در یکی از شهرهای کردستان بررسی کردن. در این مطالعه نزدیک 20% نگرش مثبت داشتن نسبت به قتلای ناموسی و فقط حدود 28% نگرش منفی داشتن، بقیه هم نگرش بینابین داشتن. این نگرش نسبتاً مثبت نسبت به قتلای ناموسی ارتباط خیلی زیادی با جنسیت داشته، یعنی زنان نگرش منفی تری داشتن نسبت به قتلای ناموسی در مقایسه با مردان. ساختار استبدادی خانواده نقش بسیار مهمی داشته، یعنی قتل‌های ناموسی اصولاً در خانواده اتفاق می‌افته کاملاً مردسالانه است و در واقع روابط کاملاً تحکم‌آمیز از طرف والدین و مخصوصاً پدر یا جد پدری بر سایر اعضای خانواده. سن توی این مطالعه نشون داده شده که بسیار مهمه. در واقع یک تحولی که در جامعه ایران داره اتفاق می‌افته اون اینه که گروه‌های سنی جوان‌تر با تغییر نگرششون مواضع آرامتر و متعادلتری دارن نسبت به این پدیده. پایگاه اقتصادی اجتماعی مطالعات تقریبا نه تنها در ایران، در کشورهای دیگه هم نشون داده که قتل‌های ناموسی اصولا در خانواده‌های فقیر و کم درآمد رخ میده. بنابراین افزایش فقر نابرابری میتونه که وضعیت رو تشدید بکنه. در مناطق کمتر توسعه یافته که روابط هنوز
شکل مدرن خودش رو پیدا نکرده، نظم اجتماعی چارچوبای قانونمندی نداره و روابط شیخوخیت و ریش‌سفیدی حاکمه، احتمال وقوع قتل ناموسی بسیار زیاده. مثلا در همین ایران مطالعات نشون داده که مثلا 40% قتلایی که در استان خوزستان رخ میده قتل ناموسیه و علتش روابط و به اصطلاح ساختار فرهنگی قومی قبیله‌ایه که در این استان وجود داره. همطور در برخی از اقوام دیگه مثل کرد، لور، بلوچ و ترک زیاده. و اتفاقا وجه خاص این حادثه اخیر اینه که کمتر این نوع قتل‌ها در مناطق شمالی ایران گزارش شده و نگران کننده است که نکنه که این نوع فرهنگ در واقع داره جای خودش رو بیشتر باز میکنه و به مناطق دیگه ایران هم سرایت میکنه. آقای مدنی، خیلی کوتاه فکر کنید با توجه به همه این پیچیدگی های اجتماعی که بهش اشاره کردید، آیا قانون میتونه بازدارنده باشه در زمینه قتل های ناموسی؟ به طور قطع قانون میتونه که نقش بازدارنده داشته باشه، مجازات های سخت‌تر و به اصطلاح منتفی کردن معافیت پدر و جد پدری از قتل فرزندان به طور قطع میتونه که نقش مؤثری داشته باشه، اگرچه تنها این عامل نمیتونه که تعیین کننده باشه و تحولات فرهنگی و در واقع ارتقای فرهنگی، توسعه یافتگی و افزایش فقر، کاهش فقر و محرومیت میتونه تا حدود زیادی به بهبود وضع کمک بکنه. متشکرم. سعید مدنی، جامعه شناس، و شیرین عبادی، حقوقدان. بسیاری از کسانی که به دلیل ابتلا به ویروس کرونا در بیمارستان بستری میشوند، کارشان به بخش مراقبت‌های ویژه میکشد، جایی که پزشکان و پرستاران فقط با تجهیزات حفاظتی وارد آن میشوند و خانواده‌ها اجازه حضور در آنها را ندارند. بسیاری از بیماران هم جانشان را در همین بخش از دست میدهند. بی بی سی فارسی به صورت اختصاصی به تصاویری از بخش مراقبت‌های ویژه بیمارستان رویال لندن دسترسی پیدا کرده. فتانه فرج اللهی با پزشکان و پرستارانی که در آی سی یوی این بیمارستان از بیماران کووید 19 مراقبت می‌کنند گفتگو کرده. در گزارش فتانه تصاویری هست که می‌تونه برای دینا راحت کننده باشه. انسان‌ها در شرایط سخت به شناخت بهتری از خودشان می‌رسند. خیلی وقتا احساس میکنم که خورد شدم. فکر میکنم خیلی از همکارام هم همین احساس رو دارن. وقتی بیماری با زندگی ودا میکنه. در این بحران ویروس کرونا، بیمارستان رویال لندن و کادر درمان آن منعکس کننده شرایط این دوره دشوار است. تیم پزشکی بخش مراقبت‌های ویژه در زمان کوتاه استراحتشان از آنچه در این مدت بر آنها گذشته برایمان می‌گویند. به ما اجازه ورود به بخش مراقبت‌های ویژه را دادند، اما قبل از ورود باید تجهیزات حفاظت شخصی داشته باشید. اینجوری و اینا حالا از جلو ببندیم. وقت من از پشت میبندم. دکتر ذوالفقاری به من نشون داد که چطور باید این وسایل تجهیزات شخصی رو استفاده بکنم، ولی حالا به خاطر اینکه نیاز دارم به حضورش در بخش آی سی یو باید ما رو ترک بکنم. سایزه شما؟ اینجا شاهد شکننده بودن زندگی بودیم. و شاهد قدرت آن. اما این پایان نگرانی ها نیست. خیلی به پرستار بیشتر لازم داشتیم، دکترای بیشتر لازم داشتیم. به ظاهر آرام به نظر می رسد. اما در واقعیت در حالی که بیماران زیر دستگاه تنفس مصنوعی در رویا و توهم آرمیدند، پزشکان و پرستاران با همه توان با این بیماری بی‌رحم که با سرعتی نگران کننده ریه انسان‌ها را می‌بلعد دست و پنجه نرم می‌کنند. اما کادر درمان از جمله دکتر پرجام ذوالفقاری نگرانی‌های خودشان را دارند. کار خیلی زیاد بوده
نگرانی این که خب از همه پرستارا و تیم خودمون مواظبت کنیم که مریضی نگیرن. ما خیلی نگران بودیم اون اولا و خب مریضامون هم که اومدن تو بیمارستان همه خیلی بدحال بودن و از این مریضا واسه مواظبت می‌کردیم، خب کار خیلی زیاد بوده. و چیز دیگه هم این بود که خانواده مریضا نمیتونستن بیان بیمارستان که ببیننشون و اون خیلی سخت بوده واسه هممون اینجا، ولی خب نمیخواستیم که این مریضی بره توی خانواده هاشون و اونا بیچاره مریض بشن، واسه همین این کار کردیم. و خب از اون نظر فشار آورده. من خودم اولایی که کرونا وایروس من خودم گرفتم و خانومم دخترم گرفت و خانومم گرفتم، ولی خدا شکر ما بد نبود، یعنی انگار که سرماخوردگی تقریبا گرفتیم. دکتر ذوالفقاری گاه ساعت‌ها بی‌وقفه در بخش مراقبت‌های ویژه مشغول است. برای فیلمبرداری از همه بیماران و خانواده‌هایشان اجازه گرفته شده. علائم حیاتی این بیمار 55 ساله کریشنا پیلای یوگان وخیم‌تر شده. کادر حرفه‌ای درمان هر کدام با سال‌ها تجربه خود اطراف این تخت جمع شدند و با تمام توان و با سرعت برای نجات جان بیمار تلاش می‌کنند. این آخرین شانس او برای زندگی است. برای آخرین راه حل با خواباندن بیمار روی شکم تلاش می‌کنند به ورود هوا داخل ریه و رسیدن اکسیژن به بدن بیمار کمک کنند. این تنها کاری است که می‌توانند انجام بدهند. زمان تماس با خانواده بیمار است. پرستار بکی اسمید چشم و گوش بستگان غایب در بخش کووید 19 ICU است. اساسا ما تصمیم میگیریم که آیا ادامه دادن به این کار مناسبه یا باید بگذاریم لحظه‌های آخر را در آرامش باشه. استرس فعلی این تیم نمونه ایست از استرس های چند برابر بیشتری که در هفته های گذشته و در روزهای اوج این بیماری با آن روبرو بودند. پرستار کارلین کلی شاهد آن روزهای سخت بوده. خیلی وقتا احساس میکنم که خورد شدم. فکر میکنم خیلی از همکارام هم همین احساس رو دارن. از پا درتون میاره وقتی میخواین بخوابین بهش فکر میکنین. وقتی بیدار میشین با شماست. برای شیفت بعدیتون آماده میشید. از اینکه شیفت قبلی تموم شده یه نفس راحت میکشید. ناراحتین. فشار عاطفی بزرگیه. دوره از زندگیمونه که هرگز فراموش نخواهیم کرد. خیلی پرستار بیشتر لازم داشتیم، دکترای بیشتر لازم داشتیم، ولی در این موقع هم میدونستیم که کارهای دیگه کمتر خواهد شد، مثلا کارهای اتاق عمل، کارهای بخشهای بیمارستان کمتر خواهد شد، مخصوصا مثلا بخشهای اطفال، چون که میدونستیم که این مریضی توی اطفال زیاد نیستش، واسه همین تمام پرستارها و دکترها از بخشهای جراحی، اطفال، از دندون پزشکی اومدن به ما کمک کنن. یه کاری کردیم که خب پرستارا، دکترای بخشای دیگه خب یه مقدار الان چیز گرفتن که چجوری تو اینتنسیو کر کار بکنن و یه برنامه ریختیم که خب مثلا اون نرس پرستارا و پزشکا خب واسه یه مدتی بیان توی اینتنسیو کر، مثلا یک ماه در سال بیان توی این بخش ببینن چی ما چی کار میکنیم، چجوری با مریض از مریض مواظبت میکنیم، که خب یادشون بمونه که اگه این اتفاق افتاد دوباره ما بتونیم همچی کاری رو دوباره میتونن بیان به ما کمک کنن. گاهی اوقات پیدا کردن نوری در تاریکی دشوار است، اما امروز فعالیت در بخش مراقبت های ویژه بیشتر از همیشه در جریان است. دستگاه کمک تنفسی بعضی از بیماران برداشته میشود، نشانه ای از نوع خاصی از بهبود. التیام بدن. هوشیار از دستگاه کمک تنفسی به خواب می روند. و این دستگاه تقویت صدا دیگر سکوت نمی کنند. زندگی ترور اسمیت با یک لوله پلاستیکی که برای تأمین اکسیژن مورد نیاز بدنش به گلوی او وارد شده بود نجات پیدا کرد. Even, you know, trying to kill myself. I thought it was becoming a lot bad. Decision I had to make.
مسیفتز اون نگاری گواری به سر رو سمتین تو لیفت بارین مام. اکنون نور زندگی بر تریور که در اعماق تاریکی قرار داشت میتابد، اما شکست هایی هم هست. متاسفانه آن شب کریشنا پلای یوکان درگذشت. دیشب متاسفانه ما 4 تا مریض از دست دادیم توی بخش مراقبت های ویژه و خب خیلی ناراحت شده. توی این 2 ماه اخیر ما خیلی از مریض ها را از دست دادیم. کادر درمان امیدوار است با تجربه‌ای که در این مدت کسب کرده بتواند در آینده همه‌گیری های مشابه را بهتر کنترل کند. فتانه فرج اللهی، بی بی سی. بانک مرکزی ایران اعلام کرده که می‌خواهد نرخ تورم را در 1 سال آینده حدود 22% نگه دارد. این اولین باری است که این نهاد درباره نرخ تورم هدف گذاری می‌کند. به گفته بانک مرکزی نرخ تورم در اسفند ماه 1398 یعنی 2 ماه پیش 41.2% بوده. رئیس جمهوری ایران یک شنبه از مدیر کل بانک مرکزی خواسته بود که برای کنترل نرخ تورم بیشتر تلاش بکند. همکارم بهرنگ تاجین اینجا در استودیو با ماست. بهرنگ، چقدر معمول چنین کاری که بانک مرکزی هدف گذاری بکنه؟ در ایران معمول نبوده، ولی در خیلی از کشورهای دنیا این در واقع مأموریت اصلی بانک مرکزیه که یک نرخ تورمی تو کشورهای مختلف، تو خیلی از کشورهای توسعه یافته مثلا عدد 2%، یه نرخ تورمی تعیین میشه که بانک مرکزی هدفش اینه با استفاده از ابزارهای پولی، سیاستهای پولی، نرخ تورم رو به اون عدد نزدیک کنه و توی محدوده نزدیک به اون نگه داره. این سیاست‌های پولی در نهایت کنترل نقدینگیه. کارهایی مثلا تعیین نرخ بهره یا میزان نقدینگی، یعنی پول و اعتبار موجود در بازار. بانک‌های مرکزی وقتی بتونن خودشون این سیاست‌ها رو تعیین بکنن، میتونن با کنترل میزان حجم، در واقع میزان پولی که در اقتصاد هست، چون میزان کالاها و خدماتی که در اقتصاد هست اونو که نمیتونن تغییر بدن، با کنترل میزان پول و سرعت رشدش در واقع نرخ تورم رو کنترل کنن. ولی در سالهای گذشته به نظر میاد که مأموریت اصلی بانک مرکزی ایران کنترل نرخ ارز بود، نه نرخ تورم، و خیلی از این سیاست‌های پولی عملاً در خارج از بانک مرکزی تعیین می‌شد. مثلا نرخ بهره را عملاً دولت تعیین می‌کرد و نه بانک مرکزی. در نتیجه رفتن به سمت این هدف گذاری برای نرخ تورم به معنی اینه که شاید بعضی از این سیاست‌ها رو بانک مرکزی امیدواره که خودش بتونه تعیین کنه. حالا اگر اون سیاست‌ها تغییر نکنه و بانک مرکزی نتونه تعیین بکنه، آیا امکان رسیدن به این هدفی که اعلام کرده رو داره؟ طبیعتاً نه. صحبتی که بانک مرکزی توی این بیانیه‌اش داره میکنه اینه که میگه که دلیل اینکه شرایط فراهم شده برای اینکه بتونه به سمت هدف گذاری و کنترل تورم بره اینه که مثلا دولت قبول کرده که بیاد اوراق بهادار منتشر کنه برای در واقع تأمین کسری بودجهش. اینجوری نباشه که دولت بره به بانک مرکزی بگه اینقدر پول بده، اینقدر ما کسری بودجه داریم، این پول رو برای من تأمین کن. و داره صحبت از این میکنه که بعدن این اوراق بهادار، این اوراق قرضه دولتی و اوراق قرضه حالا سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی دیگه، اینها بیاد یک بازار باز، یک بازار آزادی براش ایجاد بشه مثل بقیه، مثل خیلی از اقتصادهای توسعه یافته، و بانک مرکزی بتونه با فروختن این اوراق یا خریدن این اوراق به نوعی اون سیاست‌های پولی خودش رو تعیین کنه. باز میگم اینکه سرعت رشد نقدینگی رو در واقع کنترل کنه و از این طریق بتونه نرخ تورم رو کنترل کنه. و همینطور این بحث نرخ بهره هم هست که باز برای اینکه بانک مرکزی بتونه نرخ تورم رو کنترل کنه، باید بتونه نرخ بهره رو کنترل کنه. و تمام صحبت‌های بانک مرکزی تو این بیانیه‌اش اینه که ظاهراً این امکان یا این اجازه رو از دولت گرفته که بالاخره تا حدی به سمت استقلال بره، تا حدی به سمت این بره که بانک مرکزی ایران خودش بیاد نرخ بهره رو تعیین کنه، خودش بیاد تعیین کنه که مثلا بانک‌ها چقدر میتونن پول و اعتبار منتشر کنن و تزریق کنن. و این در واقع این کنترل‌هایی که بانک‌های مرکزی ایران با رؤسای مختلفشون در طول
پنج دهه گذشته نداشتن و اگر این اتفاق بیفته این یک تغییر خیلی خیلی بزرگیه در اقتصاد ایران. خب با توجه به چشمانداز اقتصاد ایران، کاهش درآمدهای نفتی ناشی از تحریم، کاهش قیمت جهانی نفت و رکود ناشی از کرونا، احتمالاً چقدر میشه گفت شدنیه که تورم رو بانک مرکزی در حد 22% نگه داره؟ کار اصلاً ساده ای نیست. نمیگم نشدنیه، به نظر نمیاد کار ساده ای باشه. بانک مرکزی امیدواره اگر بتونه از همه این ابزارهایی که بانک‌های مرکزی کشورهای دیگه دارن، بانک‌های مرکزی مستقل دارن، از همه این ابزارها اگه بتونه استفاده بکنه میتونه در یک سال آینده نرخ تورم رو از احتمالاً نزدیک به 40% فعلی برسونه به محدوده 20 تا 24%، 15% کم کنه. کار اصلاً ساده ای نیست، کار خیلی مشکلیه، ولی نمیشه از الان گفت نشدنیه. برای اینکه این اتفاق بیفته باید دولت بپذیره که بانک مرکزی مستقل باشه و بعد بانک مرکزی واقعا باید قبول کنه که هدفهای دیگه مثل نرخ ارز، مثل میزان رشد اقتصادی، اینها رو کنار بگذاره، تمرکز کنه روی تورم. ولی فراموش نکنید که تورم تنها شاخص اقتصاد نیست، خیلی از شاخصهای دیگه هستش که برای مردم ممکنه مهمتر باشه و وقتی مثلا نرخ بیکاری شروع میکنه به بالا رفتن و شما داری تلاش میکنی تورم پایین نگه داری، اون موقع است که دولت، مجلس، نماینده ها میان میگن که اینقدر تمرکز نکنید روی تورم و باز بانک مرکزی ممکنه تحت فشار قرار بگیره. متشکرم. بهرنگ تاجدین. از فردا دور جدید مجلس شورای اسلامی کارش را آغاز میکنه، مجلسی که اکثریتش در دست اصولگرایان منتقد دولت است. رئیس جمهوری ایران گفته دست دوستی به سوی مجلس جدید دراز میکند و ابراز امیدواری کرده که علی‌رغم اختلاف نظرهای سیاسی دولت بتواند با مجلس جدید همکاری کند. مصطفی میرسلیم یکی از چهره‌هایی است که از او به عنوان نامزد ریاست مجلس نام برده می‌شود. از او پرسیدیم رویکرد مجلس 11 در قبال دولت چیست و اولویت‌هایش کدامند. نظر احمد که همکاری داشته باشن که چون شهر مشکلی که حالا ما مسائل مختلفی از قبیل کرونا و تحریم نیاز داریم که بتونیم دست به دست همدیگه محل فصل بکنیم. بالاخره باید دولت قدم‌سالاری تن در بده به اون چیزی که در مجلس خط اصلی رو تصمیم میکنه. این مجلس خب رویهش با رویه مجلسی فرق میکنه. دولت هم باید اینو در نظر بگیره دیگه. اگه در نظر نگیره که یعنی خلاف قدم‌سالاری میشه. بنابراین باید اعتنا بکنه به این گرایشی که در مجلس وجود داره، منتها مجلس هم به نظرم نمیرسه که بخواد کارشکنی وارد دولت درست بکنه که مسائل کشور به مشکل و اون بس بخواد بکنه. یک مقداری اصلاح در ساختار بودجه لازم انجام میگیره. مسئله مهمی که ما داریم مسئله اشتغاله که باید تقلیق به مجبه اقتصادی و که مقدارم باید به توجه به شرطه که پیش اومده محرومیت زده ها جدید بیشتر کرد. صدای مصطفی میرسلیم بود. پس از 3 دوره ریاست مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی از فردا دیگر رئیس قوه مقننه ایران نیست. او که یکی از 3 برادر صاحب منصب در حکومت ایران بوده، برای مجلس 11 کاندیدا نشد و از حالا گمانه‌زنی ها درباره پست بعدیش شروع شده. آناهیتا شمس نگاهی کرده به کارنامه علی لاریجانی، مردی که از زمان انقلاب تا امروز جزو مدیران جمهوری اسلامی بوده. برای در به این مجلس جفا شد. پس از ریاست 3 دوره مجلس شورای اسلامی، علی لاریجانی با مجلس خداحافظی کرد. او همواره سیاستمداری محافظه‌کار و مرید و مطیع آیت الله خامنه‌ای بوده. هرچند روابطش با بخشی از اصولگرایان شکراب شد و دست آخر با حمایت اصلاح طلبان به مجلس 10 راه یافت. مجلس 10 مظلوم واقع شد. پیش از دوران حضور در مجلس 10 او مسئولیت‌های مهم دیگری در ارکان حکومت داشت، از سپاه پاسداران تا صدا و سیما و شورای عالی امنیت ملی. پس از استعفای محمد خاتمی از وزارت ارشاد، علی لاریجانی مدتی این سمت را عهده‌دار شد. در زمان وزارت او داشتن دستگاه ویدیو که ممنوع بود آزاد شد و مؤسسه رسانه‌های تصویری برای انتشار فیلم‌های ایرانی و خارجی به راه افتاد. آقای لاریجانی همچنین نمایشگاه و جشنواره مطبوعات را در کنار نمایشگاه کتاب شکل داد.
در سال 1372 با حکم رهبر ایران به ریاست سازمان صدا و سیما منصوب شد. از این بحث تهاجم فرهنگی رو مطرح. از مهمترین وظایفی که به او سپرده شد مقابله با آن چیزی بود که آیت الله خامنه‌ای تهاجم فرهنگی غرب مینامید. آن زمان پشت بام‌ها پر شده بود از دیش‌های ماهواره‌ای. آقای لاریجانی در این دوره به توسعه شبکه‌های داخلی و خارجی صدا و سیما پرداخت. رسانه تحت ریاست او عملاً کارگزار جریان حاکم در مقابله با دگراندیشی و اصلاح طلبی بود. روشن نبود که آزادی یعنی چی؟ یک نمونه جنجالی پخش برنامه‌ای به نام هویت با استفاده از پخش اعترافات تلویزیونی بود که بسیاری از روشنفکران و فعالان فرهنگی و سیاسی را به عنوان عوامل شبیخون فرهنگی غرب معرفی می‌کرد. همزمان رادیو و تلویزیون به تبلیغ روایت رسمی حکومت از وقایع و جریانات و سانسور روایت‌های دیگر می‌پرداخت، خطی که هنوز هم ادامه دارد. در انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 علی لاریجانی یکی از نامزدهای طیف موسوم به اصولگرا بود، اما اقبال عمومی چندانی نداشت و در نهایت محمود احمدی نژاد پیروز شد. در اوایل دولت احمدی نژاد علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی و مذاکره کننده ارشد هسته‌ای بود. آقای لاریجانی منتقد عملکرد حسن روحانی بود که قبل از او اداره پرونده هسته‌ای را بر عهده داشت و تعلیق غنی‌سازی اورانیوم در ازای مشوق‌های اروپا را به معاوضه دور غلطان با آب نبات تشبیه کرد. اما اختلاف بین احمدی نژاد و لاریجانی در نهایت به استعفای او انجامید و در آن زمان درهای مذاکرات هسته‌ای را به رویش بست. جایگاه بعدی او مجلس شورای اسلامی بود. علی لاریجانی در سال 1387 به عنوان نماینده مردم قم وارد مجلس شد و بدون داشتن سابقه نمایندگی خیلی زود به ریاست مجلس هشتم رسید. او در مجلس نهم هم به کرسی ریاست نشست. اختلاف بین او و احمدی نژاد همچنان ادامه داشت و روابط مجلس و دولت را دچار تنش کرده بود. او که بارها قانون‌گریزی رئیس دولت را به باد انتقاد گرفته بود، در نهایت استیضاح وزیر کار را در دستور کار مجلس قرار داد. که مرتب میگید بگم تلاش‌های احمدی نژاد که برای لغو این استیضاح جواب نداد، شخصا به صحن مجلس آمد و علیه لاریجانی و برادرانش سخنرانی و فیلمی هم پخش کرد. شما در یک جلسه علنی شؤونات جمهوری اسلامی رعایت نکردید. هواداران احمدی نژاد در جریان سخنرانی لاریجانی به مناسبت سالروز پیروزی انقلاب در قم به طرفش کفش و مهر پرتاب کردند و علیه او شعار دادند. علی لاریجانی از حمایت بزرگترین فراکسیون اصولگرایان مجلس نهم به نام رهروان ولایت برخوردار بود که معتدل‌تر از اصولگرایان تندرو شناخته می‌شد. اما در نهایت مجلس دهم شورای هماهنگی اصولگرایان قم از آقای لاریجانی حمایت نکرد و او در فهرست اصلاح طلبان و حامیان دولت قرار گرفت و به عنوان نفر دوم از قم رأی آورد. علی لاریجانی همچنان رئیس. او برای بار سوم هم بر کرسی ریاست مجلس تکیه زد. علی لاریجانی طی سالهای گذشته با دولت حسن روحانی روابط نسبتاً خوبی داشته و کم و بیش از او در مجلس حمایت کرده، از جمله در جریان تصویب توافق هسته‌ای یا برجام. تو میدون سید اسماعیل هم میگن بین دیدگاه شما و آقای روحانی فرقی نمی‌کنه، یعنی همه مملکت در سه قوه دست شما بوده، تریبون دست ماست یا دست شماست. چند نماینده اصولگرا که به اداره مجلس اعتراض داشتند او را به دیکتاتوری متهم کردند. بفرمایید توهین نکنید. دیکتاتوری یه چیزی یاد گرفت. دیکتاتوری شما هستید تو کشور این بساط را انداختید. قادر متعال. پس از 12 سال متوالی که این سیاستمدار تحصیل کرده در رشته فلسفه کرسی ریاست مجلس را ترک میکند، برای بسیاری سال است که پست بعدی او کجا خواهد بود. خودش میگوید که به دانشگاه و تدریس باز میگردد، اما گمانه‌زنی درباره جایگاه آینده او ادامه دارد. آنایتا شمس، بی بی سی. در تو پایان نیست، آغازی دیگر باید تو را. و السلام علیکم و رحمت الله.
پژمان تحولی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمانی روزنامه ایران از بوستون آمریکا با ماست. آقای تحولی، مجلس تحت ریاست علی لاریجانی آیا مجلس مقتدرتری شد یا مجلس مطیع‌تری؟ به نظر من مجلس دهم و کلن در سه دوره‌ای که آقای لاریجانی ریاست مجلس رو بر عهده داشت، مجلس قدرتش رو کاملا دست داد و شما دارید می‌بینید که مجلس امروز یه مجلسی نیست که همونطور که آقای خمینی فرموده بودن که مجلس در رأس امور، امروز آقای نادران حرف خوبی زد، گفت مجلس حتی در جریان امور هم نیست. من به نظر میاد که در این بی‌اعتبار کردن مجلس بیشترین نقش آقای لاریجانی در همراهی با آقای خامنه‌ای داشت و مجلس رو از اون اعتبار لازم انداختند و تبدیلش کردن به نهادی که کاملا امروز دیگه نهاد تشریفاتی شده و مصوباتش اعتبار لازم نداره. نهادهایی برای مجلس مسلط شدن در دوره آقای لاریجانی که سابقه نداشته. پیش از این مجمع تشخیص تا این حد، تا این اندازه بر مجلس کنترل و نظارت نداشت. نقش در واقع مجلس سنا رو به عهده گرفته و داره مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبات مجلس رو یک پس دیگه رد میکنه و در واقع اونها هم که تصمیم اساسی رو میگیرن، تصمیمات کلان همه اونجا گرفته میشه. آیا نتیجه ریاست آقای لاریجانیه یا اصولا ساختار حکومت در ایران این رو ایجاب میکنه؟ ببینید این ساختار 40 سالی که وجود داره، ولی در دوره آقای لاریجانی بیشتر از هر دوره دیگری مجلس بی‌اعتبار شده و نهادهای دیگر قدرت پیدا کردن در برابر مجلس. و شما ببینید آقای لاریجانی به عنوان رئیس مجلس در تمام شورای عالی عضو هست. به نظر من رئیس مجلس مترسک سر جالیز نیست که توی این نهادها شرکت میکنه و اونجا سکوت اختیار میکنه و دفاع نمیکنه از حقوق مجلس. این اتفاقاتی که در این دوره افتاد به نظر من بیشتر از هر چیزی برمیگرده به روحیات و شخصیت خود آقای لاریجانی که بیش از اندازه مطیع آقای خامنه‌ای بود و بیش از اون که گوش به فرمان مجلس و چشمش به رأی و نظر نماینده‌های مجلس باشه، چشم و گوشش به بیت رهبری بود و منتظر بود که ببینه اونها چه تصمیم میگیرن و همون دستور رو اجرا بکنه. شما نگاه کنید آقای خامنه‌ای دستور داد که در مجلس نهادی درست بشه که بر عملکرد نماینده‌ها و رفتار نماینده‌های مجلس نظارت بکنه. این نهاد در دوره آقای لاریجانی ایجاد شد و آقای لاریجانی با این کارش عملاً مهر سکوت زد بر لب بسیاری از نماینده‌های مجلسی که میتونستن تو مجلس یه فعالیتی انجام بدن و همه رو تبدیل به مهره‌های سوخته در مجلس کرد. آقای تحولی، فکر می‌کنید ایستگاه بعدی آقای لاریجانی کجا خواهد بود؟ من فکر نمی‌کنم که ایشون ایستگاه خاصی داشته باشه. ایشون تجربه نشون داده که تمام رؤسای مجلس بعد از اینکه از این پست کنار رفتن، پست مهمی نگرفتن. مهم‌ترین پست حالا غیر از آقای هاشمی رفسنجانی که سری در میون سرها داشت و به هر حال در اون مقطع قدرتی بود که به این راحتی نمیشد کنارش گذاشت، بعد از اون آقای ناطق نوری توی مقطعی تونست رئیس بازرسی دفتر رهبری بشه، ولی بقیه رؤسای مجلس هیچ کدوم پست خاصی نگرفتن و به نظر نمیاد که آقای لاریجانی هم پست خاصی بگیره. آقای لاریجانی مثل بقیه پیرمردهای جمهوری اسلامی به مجمع تشخیص خواهد پیوست به عنوان شخص حقیقی، چون الان به عنوان شخص حقوقی در مجمع است و احتمالاً آقای خامنه‌ای حکم براش خواهد زد که به عنوان شخص حقیقی در مجمع در کنار پیرمردهای نظام در واقع خانه سالمندان به اونجا خواهد رفت. و حالا این چیزی هم که خودش هم مدعی شد که به دانشگاه میپیونده، خب اون کاریه که در واقع همه رجال ایران به هر حال یه پستی در دانشگاه دارن. از بین نامزدهای ریاست مجلس آینده شما فکر می‌کنید از بین 4 نامزد آقای قالیباف، میرسلیم، عباسی، کدام یک شانس این رو دارن که جانشین آقای لاریجانی بشن؟ ببینید اگر مجلس، نماینده‌های مجلس استقلال رأی داشتن، قاعدتاً آقای حاجی بابایی از بقیه شانس بالاتری داشت، به خاطر اینکه مجلس توش عدد و رقم باید تعیین بکنه که کی رئیس خواهد بود، یعنی کسی که بیشترین حمایت و بیشترین رأی داره باید رئیس باشه. به صورت طبیعی فراکسیون اصولگرایان سنتی، فراکسیون هایی که در واقع از آقای حاجی بابایی حمایت کردن، مثل فراکسیون مدیران آقای احمدی نژاد، حتی جبهه پایداری، اینا همه پشت آقای حاجی بابایی هستند. قاعدتاً آقای حاجی بابایی امروز به لحاظ عدد تو مجلس شانسش از بقیه خیلی بیشتر است. آقای عباسی و آقای میرسلیم که قاعدتاً شانسی برای ریاست ندارن و چون رأی خیلی کمی پشتوانشون هست، احتمال زیاد اونها حتی روز هفته یک شنبه که قاعدتاً قرار است انتخابات هیئت رئیسه برگزار شه بکشن کنار. ولی آقای قالیباف شانس بزرگی که داره اینه که رأی نهادهای تأثیرگذار خارج مجلس با خودش داره،
یعنی این قدرت رو داره که با عبوردن حمایت‌های سپاه و بیت رهبری بتونه بر این کرسی تکیه بزنه. قاعدتاً پوزیشن ریاست مجلس هم پوزیشن نیست که نماینده‌ها به خودی خود این قدرت رو داشته باشن که رأی بدن و خودشون تصمیم بگیرن، قاعدتاً از بیرون بهشون تکلیف میشه. اگر کسی مثل آقای حاجی بابایی رئیس مجلس شد، شک نکنید که حمایت بیرون مجلس هم داشته، یعنی هم حمایت داخل مجلس و هم حمایت بیرون. بنابراین من فکر میکنم که رقابت اصلی بین این دو نفر هست، با این وجود که کفه ترازو به نفع آقای قالیباف سنگینی میکنه. متشکرم. پژمان تحولی، روزنامه‌نگار و خبرنگار سابق پارلمان. دولت افغانستان از گروه طالبان خواسته که آتش‌بس 3 روزه عید فطر را تمدید کند. این آتش‌بس امروز به پایان می‌رسد. گروه طالبان هنوز واکنشی نشان نداده. در همین حال امروز آزادی 900 عضو زندانی دیگر گروه طالبان هم آغاز شده. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته که آزادی این زندانیان حسن نیت دولت را نشان می‌دهد. علی حسینی از کابل گزارش می‌دهد. صف آزادی در زندان بگرام از چند ماه گرفته تا چند سال زندانی بودند. دولت گفته جرمشان طالب بودن و جنگیدن. حالا ایدشان به نظر می رسد خوشتر شده. آزادی اینها را دولت حسن نیت گفته پس از اعلام آتش بس 3 روزه اید از سوی طالبان. می شود گفت دولت گفته شما آتش بس اعلام کردید، ما هم آزادتان می کنیم. مسئولین زندان بگرام میگن که یک لیست 500 نفری از طالبانی که در این زندان نگهداری میشن به اونا رسیده تا امروز آزاد میشن. افراد هم که میرین اولین گروه از این زندانی هست که در حال آزاد شدن است و قرار است سوار موترهای کاسترشان و از زندان بگرام آزاد شدن و مناطق مختلفی انتقال داده شدن. 900 زندانی طالبان امروز از 2 زندان کلان افغانستان، پل چرخی و بگرام و شمار دیگر از زندان‌ها در ولایت‌ها آزاد شدند. دولت می‌گوید دست زندانی‌های طالب را باز کرده تا این گروه دست صلح را دراز کند. چند سال زندان بودین؟ 4 سال و 4 ماه میشه که در زندان است. در بگرام بودین؟ بله. به چه اتهامی؟ به اتهام طالب. خودتان قبول داشتین؟ آه قبول داشت. و بعد از این که میرین برنامه‌تان چیست؟ برنامه میشه انشالله صلح از زمینه تحصیل باشه، تحصیل میکنه. طالبان از رهایی هم قطاران در بندشان استقبال کردند و گفتند برای رهایی زندانی های دولت کار می کنند. بخشی از روند آزادی این زندانی ها ایست که هم برایشان یک مبلغ پول داده می شود تا کرایه رایشان شود. در این حال باید یک تعهدنامه را هم شست کنند و امضا کنند. در این تعهدنامه از اینا تعهد گرفته شده که در برابر دولت افغانستان دیگه بر نمی گردن. در صورتی که به صفوف جنگ در برابر دولت جمهوری اسلامی افغانستان گفته اگر به پیوندم یا با گروه های مخالف مسلح همکاری نبودم مطابق قوانین نافذه کشور گفته که مجازات خواهد شد. چیزی که نگرانی های عمده وجود داره این که مبادا این افراد بعد از آزادی دوباره به میدان جنگ برگردند. دولت انتظار دارد که با این حسن نیت و آزادی جنگجویان طالب آتش بس 3 روزه عید که ساعت 12 امشب پایان می‌یابد تمدید شود. طالبان هنوز نه ها گفتند نه نه. با آزادی زندانی ها یکی از موانع آغاز گفتگوهای بین افغان ها برداشته شده. مانع اصلی دیگر کاهش خشونت هاست. باید منتظر ماند و دید که از فردا وضعیت حملات طالبان چگونه است. اگر به دل بسیاری از افغان‌ها باشد، امیدوارن صدای تق هم به گوششان نرسد. علی حسینی، بی بی سی، بگرام. یک مؤسسه مطالعاتی هشدار داده که بحران کرونا میتواند به اشکال مختلف کودکان را به دامن محرومیت و معضلات اجتماعی دیگر بکشاند. مؤسسه کیدز رایت میگوید فقر، بیکاری و تعطیلی های ناشی از کرونا باعث شدت گرفتن معضلاتی مثل کودکان کار، کودک همسری، خشونت علیه کودکان، محرومیت از آموزش و دیگر محرومیت ها میشود. سیاوش اردلان گزارش میدهد. خیلی ها فکر میکنند سالمندان قربانی اصلی بحران کرونا هستند، چون احتمال مرگ و میرشان بیشتر است. اما تأثیر کرونا بر وضعیت کودکان هم بسیار ناگوار است. مؤسسه تحقیقاتی کیدز رایت یا حقوق کودکان میگوید بیکاری و فقری که کرونا در دنیا ایجاد کرده خانواده ها را به تنگ دستی کشانده. این باعث 2 چیز می شود: خانواده هایی که به خاطر فقر کودکان خود را به کار می گمارند، بحث کودکان کار، و خانواده هایی که به خاطر فقر
دختران زیر سن را شوهر می‌دهند. بحث کودک همسری. بیشتر شدن موارد کودکان کار و کودک همسری به خودی خود به حد کافی نگران کننده است. اما فقط اینها نیست. در تحقیق کیدز رایت به تعطیلی مدارس اشاره شده. 800 میلیون کودک در 188 کشور دنیا از حق آموزش محروم شدند یا به برنامه‌های درسی آنها ضربه بزرگی وارد شده. از این 800 میلیون کودک 370 میلیون کودک به قضای رایگان مدارسشان وابسته بودند و حالا با تعطیلی مدارس در خطر گرسنگی و سوء تغذیه قرار دارند. اما مشکل باز هم فراتر از این هاست. قرنطینه و ماندن در خانه به بالاتر رفتن آمار خشونت خانگی هم منجر شده. این افزایش خشونت خانگی یا میتواند مستقیما کودکان را هدف قرار دهد یا آنها را تماشاگر خشونت علیه مادرانشان کند یا هر دو با تمام تبعات روحی و روانی و عاطفیش. صحبت از تبعات روحی و روانی و عاطفی شد. مؤسسه کیدز رایت میگوید قرنطینه و ماندن در خانه خطر دیگری هم دارد. محرومیت کودکان از بازی و ورزش و معاشرت با کودکان دیگر. اما نگران کننده ترین تأثیر بحران کرونا بر کودکان عواملی است که باعث بیماری یا مرگ و میر آنها می شود. وقتی نظامهای پزشکی مخصوصا در کشورهای فقیر روی مقابله با بحران کرونا متمرکز شوند، خود به خود به بیماریهای خطرناک دیگر بیتوجهی می شود. مثلا برنامه واکسیناسیون برای بیماریهای مثل مالاریا یا فلج اطفال به خاطر بحران کرونا یا لغو شده یا کاهش یافته. مؤسسه کیدز رایتس پیش بینی می کند که صدها هزار کودک امسال به خاطر این بیماری هایی که تا چند ماه پیش تحت کنترل بودند به کام مرگ فرستاده شوند. سیاوش اردلان، بی بی سی. فضاهای فرهنگی در ایران پس از هفته ها قرنطینه کم کم باز می شوند، از جمله حافظی شیراز. با هم ببینیم. Voilà, j'approche.